سوژه میخوام با همین اسم میخوام زنده بمانم، فیلم خوبی ساخت. اونم فیلم خوش ساخت خوبی بود با بازی خانم فاطمه گودرزی مشابه سوزان هیوارد. من اون فیلم رو دو سه بار دیدم، فیلم اولیه رو. یک دیالوگی داره در یکی از سکانس ها، چون هی دارن اینو میبرن رو صندلی الکتریکی بشونن، حتی میشونن، شروع میکنن بستن، دوباره یه خبری میاد که نه حالا شما پاشو، یه اتفاقی افتاد، ببینیم چی میشه. این دو سه بار هی روی این صندلی مرگ میشینه، هی پا میشه، خب ببینید از آدم دیگه چی میمونه. توی یکی از این سکانس ها اون مأمور زندان میخواسته به این مثلا دلداری بده، بهش میگه ببین شما یه نفس عمیق میکشی، تا پنج مثلا میشموری، یه حس خیلی خوبی به دست میده، هیچ اتفاقی نمیفته. جمله‌ای که سوزان هیوارد بهش میگه، میگه که مگه تو تجربه کردی؟ صدای افتادن کپسول‌ها تو هم شنیدی؟ تا ده بشمار و نفس عمیق بکش، اینطوری راحت تره. از کجا میدونی؟ خیلی پاسخ درخوریست. حالا تجربه یه چیز دیگه است، ولی بزرگان ما رو راهنمایی کردن. آقای فاضلی ببینید، یه جمله من الان یادم افتاد از آیت الله جوادی آملی، که در واقع بر اساس آیات قرآن این تعبیره، در واقع کلمه قرآنیست، ما مرگ رو میچشیم، مثل یه شربته، چشیدنیه. یا بعضی آدم های اهل دل مثل مرحوم آقای دولابی که مرگ رو خیلی زیبا میبینه، وقتی صحبت میکرد یکی تکی کلاماش این بود که شالا به سلامتی میمیریم، به سلامتی میمیریم، میریم خیلی چیزا رو میبینیم، یعنی حال میکنه با مردن. پس ببینید، مرگ به یه تعبیر وحشت نیست، دلخوره نیست، ترس نیست. به ما گفتن که چی جوریه. مهم اینه که من خودم رو میگم و خدا رو شاهد میگیرم، واقعا حدیث نفس میکنم و مصداق اینا خودمم، ولی من هیچ بضاعتی که بخوام کسی دیگر رو نصیحت کنم ندارم. مهم اینه که ما در وهله اول حق و ناس به گردنمون نباشه، چون بحث این فیلم حق و ناس دیگه. بذارید یه بار دیگه فیلمو سریع یه مرور کنیم. ببینید، یکی از کارهای خوب آقای شوماخر اینه که این چهار تا هیچ کدوم به هم شبیه نیستن. این جالبه. و تجربهشون هم از اون جهان آره. با هم متفاوته. با هم متفاوته. هیچ کدوم تکرار نیست. ببینید، من بعضی نقدا رو می‌خوندم، مثلا میگفتن که این فیلم مثلا گل درشته، این فیلم خیلی تبلیغاتیه، یا به تعبیر ما خیلی تابلوه تو انتقال پیام. من اصلا اینو قبول ندارم. هرچند زبان فیلم باید زبان کنایه باشه، زیبایی هنر همینه، اما خیلی وقتی یه پیامی هم مستقیم داده میشه، اگر خوب و هنرمندانه باشه، اثر خودشو داره. من اصلا تحت تاثیر این حرفا در جایی که واقعا مصداق نداره قرار نمیگیرم. بله، این فیلم پیامش روشنه، منتها نمیتونیم بگیم گل درشت، تابلو صریح یه طرفه داره میگه. توی این موضوع تجربه ها متفاوته. ببینید، یه تجربه کاملا کلاسیک، دیویده، علی‌رغم اینکه منکر بوده، اون دختر بچه رو میبینه که اذیتش کردن، حالا میره اون خانوم مجلله خیلی خوبه با کلاس رو پیدا میکنه، صاحب فرزند تو گلخونه میبینه، گذشته رو میگه، ازش عذرخواهی میکنه. اصلا خانومه باورش نمیشه اول که این برای چی اومده. وقت نکتهش اینه، خودش به آرامش میرسه وقتی داره میاد، این خانوم دوباره صداش میکنه، میگه دیوید، که برمیگرده، این با یه تعلیق کاملا باورپذیر میگه ممنونم ازت. یعنی اینم داره به آرامش میرسه. ما وقتی میریم حلالیت میطلبیم، یه طرفه نیست. اینطور نیست که فقط خودمون حالمون خوشه، یا الحمدلله طرف و راضیم حلال شد، اونم باید به طور طبیعی به این آرامش برسه. اینو ما تو دیوید میبینیم. اما تجربه مثلا بفرمایید که تجربه نلسون طرف مقابلش دیگه تو این دنیا نیست، اون بچه الان مرده. بذار وقتی که برمیگردین دغدغه اون رو رها نمیکنه، هر طور هست میخواد دوباره این سفر رو بره. خیلی مهمه. دفعه اول در واقع خط شکنی کرده، یک دقیقه خودش رفته دیده، حالا مثلا میخواد پنج دقیقه بره، یعنی تا مرگ کامل میخواد بره تکلیفش رو با این بچه روشن کنه. اون وقت تو فیلم خودش هم وقتی از درخت میفته، اون بچه خوشحال میشه، هم اون خوشحال میشه، هم این خوشحال میشه. در مورد جو باز متفاوته. جو به خاطر کارهای بدی که انجام داده،
با زنهای زیادی رابطه داشته، بدی کرده به اونها، دروغ گفته به اونها، موفق نمیشه حلالیت اونها رو کسب کنه. خوب دقت کنید، من برداشت خودم میشه، کسی برداشت دیگه ای بکنه. موفق نمیشه اونها رو پیدا کنه، حلالیت به طلبه، ولی در حد خودش احساس پشیمانی میکنه، چون دنبال اینه که این کار رو بکنه. به نظر من این هم آقای فاضلی خیلی مهمه. ببینید، مقدمه توبه و نفسش و حال اولیش پشیمونیه. آدم باید واقعا احساس کنه پشیمون شده از اون کار، حتی اگر به زبانم نیاره. میگن استغفار، استغفار اصلش درونیه، با همه وجود احساس کنی عجب غلطی کردیم، عجب کار بدی کردیم، ای کاش نمی کردیم. این حال خیلی ارزش داره. و اتفاقا جو که موفق نشده به حلالیت طلبی، ولی در این حد جلو رفته، چند قدم برداشته، این بدترینشونه دیگه. در مورد میچل هم به نظر من جالبه، میچل خودش گناه نکرده. حالا برداشت من، نمیدونم شما چه برداشتید. بله، میچل خودش گناه نکرده، سرزده، سرزده پدر رودی. در واقع این پدر است که شرمنده است، که دختر بچهش رو میبینه در حال تزریق مواد، دیگه نمیتونه تحمل کنه، میزنه بیرون و با اون کیفیت از دنیا میره. خود روح پدر در عذابه و به طریقه اولا هم دخترش که پدرش رو دوست داره در عذابه. این دوتا وقتی که به هم میرسن و تقاطع پیدا میکنن، هر دوتا با آرامش میرسن. ببینید، کارگردان که میگم کار خوبیه، کارگردان تونسته این تنوع رو واقعا رعایت بکنه، هر کدوم رو در واقع تو یه قصه ای پرورش بده. بیننده اصلا خسته نمیشه. من برمیگردم واقعا به فیلم، ببینید همون صحنه های مشابهی که اینا میرن تو اون حال و برمیگردن، باز خیلی مشابه نیست. مثلا برق قطع میشه، شوکرشون کار نمیکنه، یا طرف بر نمیگرده. اون سکانسی که دیوید واقعا مایوس میشه از اینکه نلسون برگرده، اونم سکانس دیدنیه. دقت کردید که وقتی که دیگه احساس میکنن نلسون برگشتنی نیست و مرده و هر کی یه جوری عزا میگیره، این میره یه گوشه یه حرفای جدی با خدا میزنه. خیلی قشنگه این دیالوگ. به خدا مثلا تعبیر من اینه، خدا غلط کردیم، اصلا ما چرا تو کار دخالت کردیم، اصلا این قلمرو توئه، که پورتو قلمرو تو گذاشتی، پورتو قلمرو تو گذاشتی. اینا خوبه، اینا در واقع مثل اون موسی و شبان، حالا به یه تعبیری توی داستان مولوی، مثل خیلی از کیسای دیگه‌ای که آدم میتونه مطرح کنه، یه صحبت بی‌پروا، صریح و صادقانه بنده است با خدای خودش. خدا هم مورد محبت قرار میده، اینو دوباره برمیگردونه. به همین دلیل ارزش‌های این فیلم به لحاظ انسانی، به لحاظ فطری، به لحاظ توجه دادن به یه دنیای دیگری که به تعبیر شما قطعی ترین موضوع، واقعا ارزشمند بوده در ساخت این فیلم. شوماخر در سال 1939 در نیویورک متولد شد. پس از پایان دوره دبیرستان به آموزش طراحی لباس پرداخت و در این زمینه شروع به فعالیت کرد. شوماخر موفق شد در 24 سالگی وارد دنیای سینما بشود و کار خود را به عنوان طراح لباس فیلم خواب‌آلود به کارگردانی وودی آلن آغاز نماید. او در فیلم صحنه‌های داخلی وودی آلن به سال 1978 هم به این همکاری ادامه داد. شوماخر در نیمه دوم دهه 1970 وارد عرصه فیلمنامه نویسی گردید. در سال 1976 نخستین فیلمنامه او با نام کارباش روی پرده سینما آمد. شوماخر در سال 1981 اولین فیلم خود را کارگردانی کرد. این فیلم زن شگفت‌انگیز کوچک شونده نام داشت. دهه 1990 دوران خیزش موفقیت‌آمیز شوماخر بود. فیلم در جوانی مردن یکی از موفقیت‌های مهم او در آغاز این دهه محسوب می‌شود. سقوط یکی دیگر از فیلم‌های موفق شوماخر بود که در سال 1993 ساخته شد.
این فیلم درباره وجوه خشن و ناخوشایند زندگی آمریکایی است. از دیگر فیلم‌های موفق شماخر در دهه 1990 میتوان به فیلم موکل اشاره داشت. این فیلم با بازی تامی لی جونز و سوزان ساراندون بر اساس کتاب معروفی به همین نام نوشته جان گریشام ساخته شده است. در سال 1995 جوئل شماخر فیلم بتمن برای همیشه را ساخت که با موفقیت تجاری فوق‌العاده‌ای مواجه شد. آخرین فیلم شماخر عهدشکنی نام دارد که در سال 2011 ساخته شد. ما به اینم باید توجه بکنیم و همینطور بینندگان عزیز برنامه که این فیلم در ایالات متحده ساخته میشه، در جامعه ای که شاید خیلی از مردم اصلا به مرگ فکر نکنن. یعنی اینکه یه کارگردانی در اونجا اومده فیلمی ساخته درباره مرگ، جزو موارد نادریه که درباره مرگ فیلم ساخته، خودش نکته جالب توجهیه. و نکته بعد که به نظرم میاد جالبه، برمیگم به فرمایش شما در مورد تفسیر آیت الله جوادی آملی نسبت به مرگ و اون آیه شریفه کل نفس و ذائقه الموت، و تعبیرشون از این جهت خیلی جالبه که اشاره میفرمایند که وقتی انسان چیزی رو میچشه آن چیز در انسان حل میشه، نه انسان در اون چیز. بله. یعنی وقتی، نکته خیلی خیلی مهمه که وقتی ما به جهان مرگ میریم، ما در مرگ حل نمیشیم، مرگ در ما حل میشه. درست. یعنی مرگ زیر مجموعه وجود انسانه. درست. انسان مرگ رو در خودش حل میکنه. دقیقاً. یعنی نه اینکه در مرگ ادامه عمر بشه. در واقع بله. من دیگه ادامهش ندادم، شما به درستی اینو کامل کردید. همینه. بله. او در ما حل میشه. او در ما حل میشه. در واقع داره به ما راجع به مرگ یه نگاه جدید میده که اصلا نترسیم. ببینید من این چیز دیگر نگدم افتاده های فاضلی دیگه، حالا آخر شبه، هر کس که یه حالی هم بهش دست میده، شب جمعه هم هست، شاید بعدن تو رفتارش هم بعد از دیدن این گفتگو اثر بذاره، نه به خاطر صحبت های ما، به خاطر حال خوب خودش. ببینید حقیقت اونقدر زیباست، اونقدر تغییر دهنده است که وقتی کسی به حقیقت رسید به هیچ کس دیگه کار نداره، که اینا دیدن دیگه، وقتی دیدن اصلا همشون رفتار مشابه پیدا کردن، رفتن دنبال یه رفتار مشابه برای اینکه تکلیفشون رو روشن کنن. ببینید ما نمونه اینجوری زیاد داریم. شاید یکی از مثال‌های بارزی که من به ذهنم میرسه رفتار جادوگران در مواجهه‌ای که با فرعون داشتن. ببینید اون بارگاه عظیم جادوگرا اومدن، جادوگرم بودن ها، یعنی شعبده باز و تردست نبودن، هم این علمو داشتن هم علم جادوگری داشتن، به تعبیری که مفسرین ما گفتن اصلا تو اون دوره علم جادوگری فوق‌العاده رشد کرده. بله. اینا اومدن هر چی داشتن رو کردن برای اینکه موسی رو بکوبن. بله. به محض اینکه موسی خودش رو نشون داد، یعنی معجزه الهی رو نشون داد، عصا رو که انداخت و این تبدیل شد به یک اژدهایی که همه اونهایی که در واقع اونها به تعبیر قرآن صنعت کرده بودن همه رو بلعید، اینا خودشون این کارو بودن دیگه، جادوگرا. تا دیدن موسی این کارو کرد همه بی اختیار به سجده افتادن. اصلا یادشون رفت اینجا یه فرعونی هم تشریف داره، مثل اینکه قرار پدرشون رو دراره، اینا اومدن مناظره دارن، به تعبیر امروزی‌ها قرار مناظره کنن، اصلا محل به فرعون نذاشتن. فرعون همونجا برافروختش گفت من پدرتون رو در میارم، به تعبیر عوامانه ما دست پاتون رو قطع میکنم، این تعبیر قرآن ها، به صلیب میکنم. اصلا مسموع نبود حرف فرعون. چرا؟ چون به یه درجه ای از باور رسیدن، دیدن بابا این حق، اصلا نمیتونن چشم بپوشن. یه تعبیری داره مفسر مجمع البیان، در واقع قبطه میخوره به حال این جادوگرها، میگه اینا چجور موجوداتی بودن، صبح اول وقت کافر مشرک جادوگر بودن، چند ساعت بعد غروب که شد همه مؤمن شهید راه خدا بودن. چجور یه آدم میتونه اینطور تغییر کنه؟ به خاطر آگاهیه. آگاهی اگر درست باشه و انسان موانع آگاهی رو در خودش از بین ببره، اینو شهید مطهری خیلی خوب در انسان و ایمان میگه، لغزشگاه های اندیشه رو شهید مطهری میشموره، 5 تا لغزشگاهه، مثلا یکیش زن و گمانه، یکیش هوای نفسه،
اینا میاد آقای فاضلی نمیذاره زرقامی درست بفهمه. ما اگر درست بفهمیم خیلی رفتارمون متفاوت میشه. وقتی فهمیدی رفتار درست میشه. کارگردان این فیلم میگه این چهار تا رفتن دیدن. ببینید یکی از در واقع تعابیری که بین ابو سعید ابوالخیر و ابو علی سینا دارن، چون این دوتا بزرگوار یه مجموعه گفتگوها با هم داشتن، ابو علی سینا استاد تعقل و استدلال و اینها بود و شیخ ابو سعید ابوالخیر دیگه ته عرفان و شهود و اینا. اینا با هم ملاقات کردن. اون چیزی که تو ذهن من از قدیم، وقتی جدا شدن و شاگرداشون رفتن سراغشون که آقا چه جوری دیدی طرف مقابل، مثلا یه مناظره بوده، هر چی بوده گفتگو بوده، ابو علی سینا میگه هر چه که ما با زحمت استدلال میکنیم میخوایم به نتیجه برسونیم و بگیم هست، این مرد اونها رو اصلا میبینه، احتیاج به استدلال نداره. متقابلا هم شاگردای شیخ ابو سعید که میرن، اونها میگه هر چیزی که ما راحت داریم میبینیم و روشنه برامون، این مثلا مرد کور اساس زنان مثلا میاد اونا رو پیدا بکنه. بالاخره این دوتا نگاه به شناخت، به عرفان، به پی بردن به حقیقت، آقای شماخر با استفاده از تکنیک سینما اینو ساده نشون داده. میگه آقا طرف خودش رو تو حالت فلات لاین قرار داده، رفته تو کما، این دیگه تو این دنیا نیست، اون خط صاف شده، این داره یه چیزایی رو میبینه و تونسته با هنرمندی این رو منتقل بکنه و بتونه تاثیرگذار باشه. به همین دلیل این فیلم واقعا ارزش‌هایی داره. ما هم البته حالا ممکنه خیلی بینندگان عزیز بگن که خب شما چرا خودتون از این فیلم‌ها نمی‌سازید، حق دارن این رو بگن، ما بذائتمون تو این حوزه کم بوده. البته دلیل داره، الان من نمی‌خوام دفاع کنم، تلویزیون تو این حوزه خوب کار کرده، ما چند تا سریال معناگرا ساختیم، در نوع خودش خیلی پربرکت شد، مثل سریال اغما همینجا همین شبکه یک. جای تشکر داره هم از جناب آقای برازش، هم از جناب آقای فرجی. این فیلم، این سریال در نوع خودش واقعا بی‌نظیر بود، یا او یک فرشته بود و سریالای دیگه، یعنی این کار معناگرایی و ماورایی رو ما تونستیم تو چند تا سریال پیاده کنیم. یا خودم گرفتار شدیم اول ساختش، یعنی وقتی فیلم اغما رو ما ساختیم خیلی اعتراض کردن که آقا مثلا شیطان رو شما اینطوری دارید نشون میدید، مثلا اسم شیطان رو گذاشتید الیاس. اصلا ما رفتیم یه روز در مجلس و یه روز در یه جلسه دیگری پاسخ یه روزنامه‌ای رو دادیم که ببینید اهانت صدا و سیما به کجا رسیده که الیاس که نام یه پیغمبره بر شیطان گذاشته. بعد ما توضیح دادیم که بابا این ابلیس به صورت‌های مختلف داره در میاد، میخواد آدمای مختلف رو منحرف کنه. آدمی که میخواد بره مثلا یه جوون بی اعتقاد رو منحرف کنه با یک هیئت و هیبت و اسم و رنگ و رعابی میاد. اونی که میخواد بره یه آدم متدین با خدای نماز شب خون رو منحرف کنه، برای اون یه جور دیگه ظاهر میشه، شیطان دیگه به صورت‌های مختلف در میاد. لذا توی این حوزه به نظر من کار خوبی انجام شده و اگر شما بگید کافیه، من اصلا معتقد نیستم کافیه. این حوزه، حوزه ماورایی و توجه انسان، توجه دادن انسان به دنیای دیگر و جهان دیگر، چون سفری است که همه ما خواهیم رفت و اون رو درک میکنیم و برامون اهمیت داره، اونقدر جا داره که به صورت متنوع با فیلمنامه‌های خوب، با ابتکارات خوب، با کارگردانه این که بتونن کار خوش ساخت انجام بدن، بتونیم توی این حوزه انشالله عرصه های جدیدی رو طی کنیم. بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. یه بخشی با هم نگاه میکنیم، دوباره برمیگردیم به استودیو و اثر میگیریم گفتگومون رو با آقای عزت‌الله زرقامی درباره فیلم مرگجویان. بله، ادامه میدیم گفتگومون رو با مهمان امشب سینمایی آقای سید عزت‌الله زرقامی درباره فیلم مرگجویان. آقای امان زرقامی عزیز، توی این فیلم یه نکته‌ای که به نظر من جالبه و باز دلم می‌خواد شما دربارش توضیح بفرمایید اینه که معمولاً در این جور فیلم‌ها و در این نگاه یک جهانی وجود داره که حالا تو این فیلم ابتدا بهش اشاره میشه، یک تونلیه، یک مسیریه که آن طرف این مسیر یک نوریه و آدم‌ها می‌روند به یک دنیای دیگری. اما در این فیلم عمدن کارگردان اومده و جهان هر فرد رو در اون سوی مرگ با یک جغرافیای کاملا متفاوتی تصویر کرده، یعنی یه نفر یک چشمنداز و گستری خیلی سرسبزی پیش روشه که دوربین حرکت میکنه
در یک هلیشات از بالاش عبور میکنه، یه نفر کوهستان پربرفه، کسی دیگری یک مسیر مثلا تاریکیه که یک مثلا دختر بچه منتظرشه. مسیری که در انتظار هر کدوم از این آدم ها هست مسیریه که متفاوته. یعنی نگاه کارگردان اینه که جهان پس از مرگ یک مسیر مشترک برای همه انسان ها نداره، بلکه هر انسانی به فراخور عمل کردش و حس و حالش و کارنامه زندگیش از یک مسیر و تو یک جغرافیا وارد اون جهان پس از مرگ میشه. و شاید اگه باز برگردیم به همون تعبیر آیت الله جوادی آملی که در تفسیر همون آیه شریفه کل نفسون ذائقت الموت، آن چه که هر انسانی میچشه درباره مرگ اون شربته بسته به عمل کرده خودش یک طعم و یک مزه رو میده. شربت مرگ شربتی نیست که مزهش برای همه انسان ها یک مزه باشه که همه بخوان یک جور اونو بچشن. توی این فیلم هم با این که در واقع در یک جهانبینی دیگری و بر اساس ایدئولوژی دیگری اصلا ساخته شده، اما به طور شاید ناخودآگاه به همین نتیجه رسیده. درسته، من اشاره کردم بسته به آدم ها و عملکردشون در دنیا حتما جهان پس از مرگ متفاوته. ببینید یه بحث کلی ما داریم، چون خدا ارحم الراحمینه، اصولا از خدا رحمانیت و رحیمیت و در واقع رأفت به بنده ناتوان همه ما توقع داریم. لذا خداوند میگه هر چی گناه کنید من میبخشم اگر پشیمون بشید، توبه کنید و تلاش کنید که تسویه حساب کنید توی این دنیا. لذا ما باید لذت ببریم که داریم میریم برای ملاقات خدا، به این تعبیر. ولی ملاقات خدا هر جایی مفهوم خودشو داره. اما این نکته شما کاملا درسته، آدم بد، آدم جنایتکار، آدم فاسق، این متفاوته با آدمای خوب، با آدمای معمولی، آدمایی که گناه نکردن، یا نسبت به آدمایی که خیلی آدمای خوبی بودن، حتما متفاوته. همونطور که در قیامت متفاوته، در برزخ هم متفاوته. ببینید ما مفهومی که مثلا راجع به زمان تو ذهنمونه، حالا به تعبیری که ملا صدرا راجع به زمان داره، من بحث فلسفیشو نمیخوام بکنم، ما یه تعبیری از زمان تو این دنیا داریم. ما وقتی میریم تو اون دنیا اصلا زمان دیگه این مفهوم نیست. من دارم پاسخ به سوال از اتاری میدم که میگید تو برزخ آدما چجوری چی میبینن، چقدر متنوعن، چقدر فرق دارن. تو یه فیلم تونل میبینین، تو یه فیلم فضای باز میبینین. خب متفاوته در مورد آدم ها. مثلا من الان یک حدیثی به ذهنم رسید، کلیتش اینه، چون الان دقیق خاطرم نیست، کلیتش اینه که وقتی پیامبر خدا در قبرستانی میرفت و میدید احوالات مردگان رو اونجا، و اصحاب پیامبر خواستن که پیامبر بگه بعضی از اینها رو، یه کسی بود تازه دفنش کرده بودن و برگشته بودن، هنوز خیسی آب روی قبر مونده بود. وقتی که پیامبر میخواد با او صحبت کنه، او بعد میگرده با ناله و گرفتاری و فریاد و استغاثه و اینا داره عذابی که در همین چند دقیقه بهش اومده بوده میگه. و مثلا یه تعبیری که من 70 سال دارم اینجا عذاب میکشم و مثلا منو نجات بدید، در حالی که همون موقع دفن شده بوده. و مشابهش یه آدم خوب دیگر رو که مثلا رفته بودن 70 سال پیش دفن شده بود، حالا این اعداد دقیق نیست، من کلیتش رو میگم، وقتی پیامبر با او صحبت میکنه، او خیلی سرحال و خوشحال میگه منو به محض اینکه اینجا دفن کردن، مثلا یه باغ بزرگی بود، مثلا یه خانومی با یه مشخصاتی اومده، گردنبندی بود، من تا گردنبندی اینو کشیدم این پاره شد، داشتیم این دونه ها رو جمع میکردیم، دیدم شما منو صدا کردید میخواید با من صحبت کنید. او 70 سال مرده، ولی چند ثانیه تو ذهنش میاد، این چند ثانیه است مرده، میگه 70 سال من دارم عذاب میکشم. یا در آیات قرآن داریم مثلا لابسین فیها احقابا که در توصیف قیامته، اونجا مکس میکنن و نگه داشته میشون احقاب. احقاب جمع حقبه، هر حقب در تعبیر روایت 50,000 ساله. یعنی بعضی ها رو اصلا معطل میکنن، اونایی که تو دنیا، حالا دیگه تعبیر از من، کار مردم رو نگر میدارن،
تو این ادارجات اصلا براشون وقت مردم مهم نیست. یکی کسی میاد دنبال یه کاری، هزار تا کار داره، میگه برو فردا بیا، بدونن معطل کردن تعبیرش اونورم دوباره ما مبارزاشو داریم که معطلتون میکنن. یعنی هر حقوق اگر بگید 50,000 تا، اونم تازه با اشل اونجا. ببینید آدمایی که بدکاره بشن گرفتاریشون اونجا جای خود داره. اتفاقا این کار رو آقای فاضلی تو فیلم روح هم خیلی خوب نشون میده. من الان یادم افتاد، جری زوکر مال جری زوکر. احسن. فیلم روح هم خیلی فیلم خوبیه، شاید اگر من انتخاب نکردم به دلیل اینکه شاید بیشتر دیده شده. فیلم روح هم دارای مزامین برجسته و متعالی از این نظر داره. اتفاقا روح بد و روح خوب رو خوب نشون میده. روح خوب وقتی که آخر فیلم سکانس آخر میخواد بره، همش نوره و متعالیه و عروج به آسمان با اون حال زیبای خودش. روح بد اون مردی که جنایت کرده با اون فریادهای زجاور سیاه مثل یه هیولا در قعر زمین میره. اتفاقا فیلم روح از این جهت فیلم خوبیه، دوتا اسکار گرفته و خیلی پرفروش شده. نشون میده بعضی فیلم ها اتفاقا تو این حوزه دیشب هم خوب میتونن فرد کنن. فیلم روح فکر میکنم 20 و چند میلیون دلار هزینه شده بود ولی بالای 500 میلیون دلار فروش کرد. تو گیشه هم خیلی مرتبه. این حالات مختلف آدم هاست که وقتی میبینن متفاوتن. بستگی داره که کارگردان متناسب با اون کاراکترهایی که در نظر میگیره چطور میخواد مابعضای اون رو بسازه. من همینجا یه چیزی دیگه به ذهنم اومد. ببینید روح این فیلم حلالیت طلبیه. این کلمه کلیشه‌ای نیست، تبلیغی نیست. هر کدوم از مخاطبین که این فیلم رو دیدن، من یقین دارم اولین سوالی که ازشون میکنن شما چی از این فیلم فهمیدی؟ میگه فهمیدیم که حلالیت طلبی خیلی مهمه. بریم از کسانی که حق به گردن ما دارن و ما مدیونشون هستیم، بریم حلالیت بطلبیم. این خیلی مهمه. اونجایی که شهید مطهری راجع به اعمال انسان صحبت میکنه، صحبت از تجارت میکنه، صحبت از مشتری میکنه، عین تعابیر قرآنی است. اون وقت توی قرآن مثلا ما سوره متففین رو داریم، به نظر من خیلی این تعبیر جالبه. میگه آدمایی که کم فروشی میکنن این دین گردنشونه دیگه، باید برن حلالیت بطلبن. آیش اینه: ویلون للمتففین، وای بر کم فروشان. کم فروشا کیان؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. کسایی که معامله میکنن چه وزنی باشه، چه کیلی، چه پیمانه، که معامله است دیگه، وقتی که میخوان بگیرن کامل میگیرن، وقتی میخوان بدن کم میذارن. این فقط مربوط به قصاب و بقال و اینا نیست، اون کسی هم که درس میده، اون کسی هم که مثلا یه کار دیگه میکنه، همه اینا نوعی معامله است. بعد میگه چی میشه؟ میگه یه روزی دوباره صداتون میکنن، وزن میکنن اینا رو. اصلا با همین تعبیر که یه روز دوباره صداتون میکنن، شهید مطهری تعبیر خوبی داره، میگه مثل یه بچه‌ای که تقریبا تعبیر اینه، میره در مغازه نیم کیلو پنیر میخواد بگیره، مثلا بقاله میگه خب بچه است که نمیفهمه 100 گرم کم بذار، تقریبا مضمون اینه. اما اگر بقاله بفهمه این یه بزرگتری داره، میره و بزرگتری میاد میگه دوباره اینو وزن کن، اون بقال احتمال اینو بده کس نمیذاره، پنیر رو درست میده. آقای مطهری میگه آیه بعد راجب این دوتا آیه کم فروشی خیلی جالبه. میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا گمان نمیکنن یه روزی دوباره اینا رو برمیگردونیم، حساب کتاب میکنیم، دوباره میگیم وزن کن. اون وقت شهید مطهری یک برداشت خوبی از این یظن داره. میگه چرا قرآن حرف از یقین نمیزنه، حرف از گمان میزنه، حرف از ظن میزنه. میگه آیا همچین احتمال هم نمیده یه روز برگردی؟ چرا؟ چون محتمل وقتی بزرگ میشه، احتمال ولو کم باشه، عقل سلیم حکم میکنه آدم حواسشو جمع کنه. یه موقع که میگه آقا کی رفته، کی دیده، کجا، چی، احتمال خیلی کمه. اما اگه محتمل بزرگ باشه چی؟ باز شهید مطهری فکر کنم به تعبیر اینجوری داره که یه نفر دارید از یه کوچه‌ای میرید، یه نفر سر کوچه واستاده، یکی به شما میگه آقا از این راه نرو، یه آدمی اونجا مست کرده داره عربده میکشه، یه قمه دستشه، هر کی میره میزنه. حالا شما که اون فردو ندیدی، ممکنه این آدم ثقه نباشه یا بچه باشه، میگه حالا بیخود میگه حرفا چیه، بریم ببینیم چیه.
ولی عقل سلیم حکم میکنه میگه اومدیم و این حرفش درست بود. عقل حکم میکنه ولو اینکه احتمال کمه، چون محتمل بزرگه، راشو کج کنه از یک کوچه دیگه بره. شهید متعبی میگه تعبیر قرآن اینه بابا جون، قیامت اونقدر مهمه دیگه بر نمیگردین اینجا دیگه، تا آخر اونجایید. آیا این پدیده اونقدر مهم نیست که حتی اگر احتمالم میدید، شما لازم نیست یقین کنید، احتمالم میدید، حواستون رو جمع کنید، یه خورده مراقب باشید، یه خورده نذارید حق مردم گردنتون. اصلا تا زنده اید، یه تعبیری رهبر معظم انقلاب به ما میفرمودن، میگفتن که شما تا این دنیا هستید برای خودتون بفرستید بره. این تعبیر از رهبریه، چون اگه خودتون رفتید، دیگرانی که به ایشون امید دارید، کلید واژه‌ای که ایشون به کار برد اینه، چیزکی برای شما میفرستن، اصلا به حساب نمیستن. شما بچه خوب دارید، خانواده دارید، یه خود روزای اول گریه میکنن و اینها و قرآن میخونن و حلوا پخش میکنن، اما بعد یادشون میره. از بنده بپرسید، من سال یه بار مثلا یاد پدرم میفتم، شب جمعه میتونم دو رکعت نماز برای پدرم بخونم، هر کی نخونده الان پاشه بخونه. اما برای ما چیزکی خواهد اومد، خودمونیم که میفرستیم. پس تا زنده ایم، تا قدرت داریم، تا ثروت داریم، تا قدرت توبه داریم، قدرت حلالیت طلبی داریم، بکنیم که بعدن دیگه کسی واسه ما نمیکنه. کارگردان توی انتقال این مفهوم های فاضلی موفق بوده، به نظر من بیشتر از 100 تا سخنرانی امثال بنده و دیگران که بشینن صحبت کنن، این فیلم میتونه تاثیرگذار باشه. و همیشه هم سفارش رهبری معظم به ما در زمانی که من صدا و سیما بودن این بود که شما تو مسائل معارفی، مسائل دینی، مسائل اخلاقی، هر چقدر که میتونید سعی کنید با کارهای نمایشی، این فرمایش ایشونه، با کارهای تاثیرگذار مردم رو به دین دعوت کنید، نه صرفا سخنرانی. حالا ما بذاتمون یه حدی هم میتونیم کار کنیم. بنابراین فیلمای معناگرا اگر یه اشکالاتی هم متوجهشون میشه، که حتما تو این فیلم هست، من دیگه نمیتونم تو این وقت کم بیام اشکالات این فیلمو بگم، اصلا در این مقام الان نیستیم، ولی اونقدر بستر فیلم خوب و سازنده است که میشه این اشکالات هم در واقع ندیده گرفت و از اونها اغماز کرد. بله، خیلی من باید بگم که برای خود من دیدگاه شما جالب بود درباره این فیلم. اینکه پیش فرض من این بود که در ابتدای گفتگومون که شما ممکنه صرفا این بخش ماجراجویانه فیلم براتون جالب باشه، چون شما رو فردی در میافتم که علاقه مندین به سینمای ماجراجویانه. حالا البته این ممکنه بیراه هم نباشه، اما این که سینمای هیجانی و جذاب و من دوست دارم. بله. حتما همینطوره به بله. این تعبیر. بله. اما این که در پشت این هیجان و پشت این ماجراجویی این مفاهیم رو استنباط کردین که خود من بهش فکر نکرده بودم، یعنی مسئله توبه، مسئله حلالیت طلبی. حالا اینا جزء ادبیات جامعه ماست و ممکنه به نظر بیاد که خیلی فکر کنن که ما داریم اینا رو الساق میکنیم به فیلم، یا فکر کنن داریم خیلی شعاری با این فیلم برخورد میکنیم، ولی واقعا خب این مفاهیم وجود داره در فیلم، حتی در یک جامعه که مثلا تو نیویورک داره این فیلم رخ میده. مثلا آقای فاضلی، من این چیزی الان یادم افتاد، عذر میخوام وسط فرمایش شما، شما وقتی که ما سکانس‌های متعددی در اون آسایشگاه داریم، اون پیرزنی که هر چند وقت یه بار یه دیالوگی، یه رفتاری نشون میده، وقتی که میخواد از دنیا بره، پیرزنه در واقع یه جمله میگه، میگه صدایی شنیدم که میگه کاراتو کردی، آماده‌ای، به همه گفتی که دوستشون داری، ما الان چیزی نمیخوایم الساق کنیم، همونطور که فرمودید به فیلم. این خود فیلمه، یعنی این پیرزنی هم که خود جدا از فیلم، ما هر چند وقت یه بار این پیرزن رو میبینیم، این هم میخواد ببینی که آماده است برای مرگ، آیا به همه گفته که دوستشون داره، یعنی یه رابطه پرمحبت دوست داشتن رو تونسته با همه برقرار کنه و حالا با خیال راحت از این دنیا بره. این هم از دیالوگای خوب و سکانسای خوبیه که به آدم آرامش میده. حتی اون سکانس آخر که دارن در واقع تعمیر میکنن بیمارستان رو، به نظر میرسه کار ساختمانی میکنن، آدم احساس میکنه هم دارن این بنای ساختمانی و فیزیکی رو بازسازی میکنن، تعمیرات میخوان بکنن. اما یه تعبیر مهمترش که مستتره توی این سکانس اینه که اصلا ما باید یه بار دیگه خودمون رو دوباره بازسازی کنیم، نگاهمون رو به دنیا عوض کنیم، چشم‌ها رو بشوریم، جور دیگری ببینیم، به تعبیر سهراب
آیا این فرصتایی که در اختیار ما قرار میگیره که چشمامونو بمالیم یه جور متفاوت دیگه نگاه کنیم و دائم به سراغ ما میاد، آیا قدرش رو میدونی یا راحت از کنارش رد میشه؟ خیلی خیلی متشکرم از شما. سلام، امیدوارم خوب و سلامت باشین و خیلی خوشحال شدم از هم حضورتون که دعوت بنده رو قبول کردید، دعوت این برنامه رو قبول کردین و همین که از انتخاب فیلمتون خیلی خوشحال شدم و به خصوص از زاویه دیدتون درباره این فیلم خیلی مسرور شدم. خیلی زاویه جالبی بود و امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشین. براتون آرزوی موفقیت روز افزون میکنم. تشکر میکنم. منم از شما سپاسگزارم. یادتون هستیم. خیلی ممنونم. خیلی بزرگوارم. و در پایان این برنامه هم از شما بینندگان عزیز که تا این ساعت با ما همراه بودین تشکر میکنم. میدونم تا دیر وقت نشستیم پای این برنامه و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از گفتگو با آقای زرقامی عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اطمینان دارم که فردا و فرداهای بسیار روشن و پر امیدی پیش روی شماست. شبتون بخیر.